پزشک How to Find Meaning in Our Daily Life. این کتاب رو من چندین سال پیش نوشتم و برادرم ترجمه به فارسی کردم. این کتاب در ایران در کتاب فروشگاه روبروی دانشگاه تهران به فروش میره و در لس آنجلس در کتاب فروشی شرکت کتاب. یعنی شما برید روی اینترنت شرکت کتاب میتونید اوردر بدید. این نسخه من 20 تا از این نسخه شو آوردم که در پشت هستش که اگر خواستید برای 10 دلار میتونید خریداری کنید و تمام منافعش هم برای انجمن میتونید. یعنی برای انجمن هستش، یک کمک هست برای انجمن. و همجرد این صحبت ما راجع به همین کتاب هستش و امیدوارم که شما بیشتر به اون توجه بکنید، چون که واقعا این در حقیقت صحبت امشب یک نسخه هست برای راز شادزیستن. و همطور که حالا براتون توضیح خواهم داد، این جنبه پاپ سایکولوژی نیست، این کتاب های سایکولوژی نیست، این کاملا جنبه علمی داره. ایده های خود من هم نیستش، ایده های استادها و پروفسورهای روانپزشکی هستش که باز در آن صحبت خواهم کرد. ما نسخه دوم این هستش که الان در حال تهیه هستش. من با دوست عزیزم دکتر علی اسدی در حال نوشتن این کتاب هستیم برای نسخه و انتشار اون هستیم. امیدواریم که اون هم به زودی منتشر بشه. به هر جهت اگر سوال چیزی دارید راجع به این کتاب و راجع به همین این نوع فلسفه لطفاً مطرح کنید. این هم از نظر کتاب و بررسی ها. امشب میخواییم راجع به یه مقدار شناخت درمانی و اگزیستنشالیسم و به اصطلاح راز شادزیستن. این سوالی است که برای همه مطرح میشه که واقعا چجوری میشه شاد زندگی کرد، چجوری میشه خوشحال زندگی کرد. و این مشکل خیلی بزرگی هستش که فیلسوف ها و دانشمندان همیشه دنبال این جواب گشتن و اینو ما امشب مطرح میکنیم به عنوان روان درمانی براتون. و علت که من به این مسئله علاقمند شدم به خاطر این بود که من دوران انقلاب در ایران بودم، رئیس بخش مرکز پزشکی شاهنشاه ایران بودم که الان شده دانشگاه ایران. و این دوران انقلاب خیلی برای من جالب بود، برای اینکه من قبلش در UCLA روانشناسی رو گرفته بودم و پزشکی در دانشگاه پهلوی ادامه دادم و بعد در دانشگاه پنسیلوانیا با آقای دکتر ایرن بک در شناخت درمانی و الان کاگنیتیو بیهیویر تراپی که خیلی معروف هستش، ما به اصطلاح من یادگیری رو و تحقیقاتمون رو به عمل آوردیم. و بعدش خیلی رفتم ایران و خیلی علاقمند بودم و بعد از نظر روانکاوی هم فرویدین سایکولوژی هم من خیلی سوپروایزر داشتم در همین دانشگاه پنسیلوانیا و همش دنبال جستجوی معنا و مفهوم برای راز شادزیستن بودم. و تا اینکه با فیلسوف و روانپزشک معروف اتریشی ویکتور فرانکل آشنایی پیدا کردم و بعد رفتم سان فرانسیسکو دورش رو دیدم و دیپلومات لوگوتراپی یا اگزیستنشال سایکوتراپی شدم و دیپلوماتش رو گرفتم. و بعد خوشبختانه شانس آوردم که خود آقای دکتر فرانکل رو ملاقات کنیم. با خانومم در آرژانتین پیپر که پریزنت میکردیم ایشون رو ملاقات کردیم و همچنین در دالاس قبل از فوت ایشون که در 1997 اتفاق افتاد. و این سیستم روانپزشکی و این طرز درمان واقعا بر من جالب بود، از چه از روانکاوی چه از کاگنیتیو بیهیویر تراپی. و بعد همون باعث شد که بعد تمام این مطالب رو جمع کردیم و به صورت کتاب براتون ارائه میده. همجد میخوایم شروع بکنیم که به اصطلاح یه مقدار این برنامه شناخت درمانی و اگزیستنشالیسم رو مطرح بکنیم. تایتل انگلیسی هست How to find meaning in our daily life و چجور دنبال خود واقعی باشیم. خود واقعی و خود اتوماتیک. و اینو حالا بیان میکنم. روان پزشکی و روان پزشکی روان شناسی در آمریکا
حالا یا خوشبختانه یا بدبختانه بیشتر جنبه های جسمی داره، دارو درمانی خیلی اینجا زیاده و همه جنبه های جسمانی داره و ما اینو باز بیشتر صحبت خواهد کرد راجع به داروهای روانپزشکی. ولی اگر واقعا روانشناسی و روان پاگی رو میخواد صحبت بکنیم، بیشتر از اتریش، هادلر، فروید و ویکتور فرانکل، این سه تا اسکول خیلی بزرگ روانپزشکی هستش. هادلر پای و اساسش همون CBT و کاگنیتیو تراپی هست. کاگنیتیو تراپی که بک دیولپ کرد از روی هادلر شروع شد. اینا همشون تو سرکل با خود فروید بودن. با خود فروید بودن در اتریش و این بنا رو گذاشتن. فرانکل هم از 1905 تا 1997 زندگی کرد، بوده 92 سالش بود که فوت کرد. و سکول هایی که ایجاد شد سایکوانالیسیس روان درمانی روانکاوی بودش، بیهیویر تراپی برای در آمریکا بودش با اسکینر و هیومنیستیک سایکولوژی همون جنبه های روانپزشکی داره که فرانکل، مزلو، راجر، آلپورت، تمام اینا جزء به اصطلاح هیومن سایکوتراپی مطرح میشه. ما حالا میریم به قسمت های مختلف اون و بیان میکنیم. اگزیستنشیالیسم واقعا اساسش یک تننتی داره که باید اونو به اصطلاح معتقد بود و دنباله کرد و این اساسش روی اساس این که انسان میتونه تصمیم بگیره، freedom of will، یعنی شما اراده میکنید و انتخاب میکنید و مفهوم های مختلفی هستش که باید به دست بیارید تا اینکه به مفهوم واقعی زندگی پی ببرید. این مقدار جنبه فلسفی میشه، حالا بعدا باز براتون توضیح خواهم داد که به چه جور اینو برنامه را اجرا کنم. خیلی سوال میشه که واقعا مینینگ یعنی چی؟ area of meaning یعنی چی؟ یعنی شما میخواید دنبال مفهوم زندگی بگردید یعنی چی؟ مفهوم زندگی یا به صورت کشف خوده که حالا من توسط همین کتاب و لوگو چارت براتون بیان خواهم کرد و شما میتونید انتخاب بکنید و انتخابای شما یونیکه برای خودتون، ولی مهمترین چیز مسئولیته و اینکه بتونید یه مقدار از خودگذشتگی داشته باشید، یعنی self transcendence. این مسئله خیلی مهمه. خود فرانکل میگه که واقعا وقتی ما statue of liberty رو در ایست کوست داریم، ما احتیاج به یک statue of responsibility داریم و مسئولیت داریم در ویست کوست، و واقعا هم همینطوره که واقعا ما باید بتونیم اون هدف هامون رو، اون آرزو هامون رو برآورده کنیم با تصمیم و آزادی از خود. موقعی که پاستور میکروب به اصطلاح کشف کرد و خیلی از ناراحتی های پزشکی درمان پذیر شد توسط پیشرفت پزشکی، این سیستم دیترمینیزم ایجاد شد. یعنی همه چی کاز اند افکت، همه چی علت و معلول بود و همینجد همون اون باعث شد که فروید صدا نمیاد، باعث شد که روانپزشکی فروید سایکوانالیسیس ایجاد بشه که گفتن کانفلیکت، هر نوع عقده ای باعث ایجاد ناراحتی روانی بشه. بعدش مندل راجع به جین و هرتری صحبت کرد، گفت جین باعث هر نوع ناراحتی و مشکل انسان میشه. و در از نظر اجتماعی در همون دوران کارل مارکس شروع کرد که کلاس دیفرنس باعث ناراحتی های اجتماعی و مشکلات میشه. این سیستم دیترمینیستیک هستش. یعنی چی؟ یعنی علل و معلول. ولی ویکتور فرانکل اومد گفتش که نه، جنبه فری ویل هست، آزاد هستش و این یه نوع اعتقاد است که بعد شما باید فرد داشته باشه که همیشه اگزیستنس، بودن، وجود قبل از اسنس هستش. یعنی همون وجود شما مهمترین چیز هست، اون تجربه شما مهمترین چیز هستش برای ویکتور فرانکل. و شما کاملا آگاهی دارید از آزادیتون، از مرگتون و از رابطتون با دیگران و باید بتونید که از این
حالت خودتون رو بالا بکشید. حالا همینطور صحبت خواهیم کرد که چجوری بالا بکشید. ببینید این جنبه سایکولوژیکال، جنبه پاپ سایکولوژی نیست. تمام این فیلسوفیکال ریاکشن، کیرکگور، هایدگر، جاسپر، سارت، کامو، تمام پشت این نوع فلسفه فری ویل بودن، آزادی انتخاب. و بعد هم سایکولوژیکال ریاکشن هم بودش که اصولهای مختلف برای همین روان درمانی ایجاد شد. فرانکل معتقده که واقعا اگر شما به این صورت نگاه کنه که بهش میگه لوگو تراپی، لوگو یعنی مینینگ، تراپی یعنی درمان، درمان توسط مفهوم یا معنا ایجاد کردن، شما هم فریدم آف ویل دارید، ویل تو مینینگ دارید، هم مینینگ آف لایف. تمام قسمت های بشر، انتروپولوژی، سایکولوژی و فیلوسوفی کاور میشه با این نوع فلسفه. حالا فرانکل چجوری به این رسید؟ فرانکل خودش در کمپ هیتلر بود، آشویتس. در کمپ هیتلر وقتی که نورولوژیست بود و سایکیاتریست بود، وقتی که هیتلر چون جوش بود هیتلر گرفتن، زنش و برادرش و پدر و مادرش رو در کانسنتریش کمپ در اجاق گاز گذاشتن، یعنی در مقابل اون کشته شدن. ولی خب این شانس رو بود، آزاد شد و بعد طبق این شرایط سخت متوجه به این قانون کلی شد که واقعا موتیویشن و اساس انسان در جستجوی معناست، در جستجوی حقیقت هستش، که این سیستم روان درمانی رو بنا کرد. به همجد انسان رو به سه بعد میبینه، یعنی که شما یا بعد جسمی یا فیزیولوژی هستید، یا بعد روانی هستید یا روانشناسی هستید، و یا یک بعد سومی داره به نام نوئرک. نوئرک که اگر بخواد ترجمهش کنید به انگلیسی، نزدیکترینش همون اسپریچوال هستش، ولی مذهب نیست. این نوع سوم، این بعد سوم مذهب نیست. مذهب از این بعد سوم سوء استفاده کرده یا استفاده کرده. این بعد سوم در همه انسان‌ها هستش، حتی اگر شما ایتیست باشید، خدا پرست نباشید. این بعد سوم هستش که مهمترین چیزی است که باعث آزادی فرد، انتخاب به هدف رسیدن و اینکه مفهوم واقعی زندگی رو درک بکنه، در این بعد سوم. و این سلاید جالبه برای اینکه فقط اگر شما به فیزیولوژی، به سایکولوژی، به این قسمت معتقد بشید، بعد شما میبینید که هر کدوم شبه‌های خاص خودشو داره. در آمریکا متأسفانه اکثر روی مدیکال و مدیکیشن و سوماتیک و فیزیولوژی عمل می‌کنن. روانکاوی بیشتر روی سایکولوژیکال یا کاگنیتیو تراپی، روی روانشناسی و رواندرمانی صحبت می‌کنن. ولی این قسمت سوم که نوئتیک هستش، که هم به شما آزادی انتخاب میده، می‌دونید دنبال مفهوم و معنا برید، و اینکه درک بکنید meaning of life چیه. حالا میگید what is the meaning of life؟ مفهوم زندگی چیه؟ چجوری به این مفهوم میتونید برسید؟ درسته؟ به این مفهوم شما یا میتونید مفهوم لحظه رو داشته باشید، meaning of moment، یا اینکه ultimate meaning که همون میشه ایمان، faith، به خدا، ultimate meaning. و این meaning of the moment is the مهمترین قسمتی هستش که شما از سه قسمت تشکیل شده. شما الان به من میگی که من میخوام زندگی مفهوم داشته باشه، معنی داشته باشه، هدف داشته باشم، چیکار کنم، چجوری؟ این سه قسمت هستش. یا میتونه به صورت کریتیو باشه، یعنی شما یک چیزی رو خلق کنید، حالا هرچی، از طریق کارتون، از طریق هابیتون خلق کنید، از خودتون خارج، از خودتون خلق کنید. یا اینکه به صورت اکسپریانشال، تجربه باشه، از قبیل عشق به یک نفر، به یک رابطه، این تجربه است، سانست، بیوتی، هرچی، اینا همش به صورت تجربه میتونه باشه. یا اینکه تفکرات خودتون رو عوض کنید. بعدا میخوام راجع به این صحبت کنم که چجور میشه افکار خودتون و بلیف سیستم و عواطف خودتون رو عوض کنید. این تغییر عقیده و اتیتیود شما نسبت به سافرینگ، نسبت به اتفاقای بد، سرطان، مرگ، هر نوع تصادف، هر نوع چیزای بد، چجور فکر خودتون عوض کنید و نسبت به مرگ و گیلت. این به
به اصطلاح طریقی است که شما میتونید مفهوم زندگی. حالا من در این کتاب و امشب برای شما توضیح میدم یه نسخه خیلی ساده که چه جور بتونید به این مینینگ دستیابی پیدا کنید در روزانه. برای همین هستش که اسمش هستش که How to find meaning in daily life. شما چجوری میتونید با یه نسخه بتونید افکار خودتون و هدفهای خودتون و مفهومتون رو تغییر بدید به یک جنبه مثبت و قابل عمل. ویکتور فرانکل معتقده که شما انسان این سیلندره، این استوانه است. اگر که یه طرفش رو نگاه کنید، فقط فیزیکال نگاه کنید اسکوئره، اگر که سایکولوژیکال نگاه کنید دایره است، ولی اگر میخواید انسان رو واقعا درک کنید، بعد سوم که همون نوئتیک هست، باید بذارید تا اینکه سیلندر درک بشه. تمام روانشناسی ها و روانکاوی ها که انجام میشه معمولا دو بودیست. یا جنبه روانشناسی داره، ذهن فروید یا سایکوآنالیسیس، یا اینکه بیهیویر تراپی، یا اینکه جنبه دارو درمانی داره، فیزیولوژی. ولی ویکتور فرانکل میگه که واقعا شما باید این نوئتیک دایمنشن، این قسمت اسپریچوال بشر رو خوب دیولاپ بکنید تا اینکه بتونید به مفهوم واقعی زندگی پی ببرید. این باز دوباره همین برنامه چیز هست، اسامشن هست. این بیسیک اسامشن هست که life has meaning under any circumstances and ما اراده داریم به اونا برسیم و آزادی داریم که به اونا با مسئولیت برس بریم. ببینید اگر واقعا حسابشو بکنید، انسان وقتی به دنیا میاد مفهومی اصلا زیاد نداره. شما حق انتخاب نداره کجا به دنیا میاد، با چه پدر مادری به دنیا میاد، در کجا به دنیا میاد، و واقعا مینینگی به اون صورت در وجودش نیست. منتها ویکتور فرانکل میگه که با انسان بودن و داشتن این نوئتیک دایمنشن شما مسئولیت دارید که مینینگ رو در بیارید. و چجور مینینگ رو میشه از زندگی در آورد. یعنی زندگی مینینگفول هست به شرطی که شما اون رو بخواید. شما میتونید نخواید، انتخاب نکنید، بیاید و برید، هیچ اتفاقی هم نیفتد. ولی مهمترین چیز اینه که واقعا ما مسئولیت داریم که این مینینگ رو درک بکنیم و از اون تو در بیاریم. حالا به چه صورت؟ ببینید قسمت نوئتیک یا اون اسپریچوال که خدمتتون عرض کردم یا قسمت سوم داره این مشخصات. شما مسئولیت دارید، خلاقیت دارید، انتخاب دارید، ولیو سیستم، از خود بالا رفتن، سلف ترانسندنس، به طرف مفهوم، عشق، وجدان و ایدئال، اون قسمت ها. یعنی تمام اون چیزهایی که ماها دنبالش هستیم در قسمت نوئتیک دایمنشن ما هستش که اونو میتونه واقعا به مفهوم و زندگی واقعا بده. کریتیویتی، اتیتود و تغییر تمایل، اینا همه هست به صورت واقعا. و آف کورس آخرینش میشه التیمیت مینینگ که بالا هست. ببینید این قسمت الان خیلی جالبه. ما وقتی به دنیا میاییم همش تو زندگیمون به خاطر تربیت پدر مادر، به خاطر گذشته، به خاطر چیز، همش هیچ سوال میکنیم که وای، چرا من؟ چرا این اتفاق برای من افتاد؟ چرا من گرلفرند ندارم؟ چرا پول ندارم؟ چرا شوهر ندارم؟ چرا؟ همش از زندگی هیچ سوال میکنیم، مثل اینکه سوال مسئولیت داره، زندگی مسئولیت داره دواب سوالای ما رو بده. درسته؟ ویکتور فرانکل میگه درست برعکسه. میگه درست برعکسه. شما هستید که باید جواب اتفاقات دنیا رو بدید. میگه انسان هستید که ما هستید که ما با بودن انسان بودن و با اون قدرتی که داریم از غریق نوئتیک دایمنشن، ما باید جواب اتفاقا رو بدیم. ما باید جواب مرگ رو بدیم، جواب مریضی رو بدیم، جواب تصادف رو بدیم. ما هم. و الان سوال میشه که چه جوری؟ الان سوال دارم میکنم که چجوری؟ و اینو ما الان میخوام خدمتتون عرض کنم که چجوری میشه این سوالا رو جواب داد. پس در حقیقت بعد اینو درست برعکس خدمتتون بفرمایید. این معنی رو بایستی درک کرد یا بایستی ایجاد کرد؟ زنده باد. چه سوال بسیار خوبی هست. ویکتور فرانکل میگه معنا همیشه بیرون هست. همه جا هست.
منتها ما باید یاد بگیریم این معنا رو در بیاریم و درک بکنیم. بهش کردید از بیرون. و الان این لوگو چارتی که این نسخه که من خدمتتون عرض کردم بهتون نشون میده همین امشب که چجوری معنا رو درک کنیم. چجوری در بیاریم. در هر چی، در رابطه با زناشویی، در رابطه بچه، در رابطه کار و غیر مصادقی. و اینو فرانکل به صورت چیز کرده و بعد ما در همون ادامه دادیم. پس این سوال کردن چرا من پول می، من چرا این اتفاق افتادن، همهش اشتباست. زندگی تمام اتفاقا رو میفته. ببینید اتفاقی که برای فرانکل افتاد در کمپ کانسنتریشن کمپ هیتلر برای سالیان دراز کم نبود. زن، پدر، مادر، برادر همه جا شد. ولی اون سوال میکرد که حالا من چجوری باید به این جریان و به این مصیبت جواب بدم. و سوالم همین هست که ما باید جواب زندگی رو بدیم، نه اینکه زندگی برای ما جواب بده. اینم باز دوباره همین راجبه تراجیک. حالا خیلی جالبه، مهمترین چیزی که جالب هست، منو من میارم یکم جلو. ببینید شما و این تعادل روانی آدم، تعادل روانی انسان یا به صورت پلژر اورینتیشن میشه یا به صورت مینینگ اورینتیشن. پلژر اورینتیشن اون چیزی که اکثر ما ایرونیا دوست داریم، پول داشته باشیم، لذت ببریم، خونه بزرگ، ماشین خوب، فامیل خوب، کیف کنیم، زندگی کوتاه ارزش نداره، باید تا اونجا که میتونه آدم قدرشو بدونه لذت ببره. این چیه؟ این پلژر اورینتیشن هست که این برمیگرده. منتها مشکل جریان که این سوال و این نوع طرز فکر که در ما خیلی زیاده باعث چی میشه؟ یه مقدار زیادی ایگو سنتریک، یعنی که خود من چی میخوام، من لذت ببرم، من و این من اشکال ایجاد میکنه، این من تو زندگی اشکال ایجاد میکنه و نتیجه نمیده. فرانکل میگه که نه، شما باید یه مقدار اینو زیر کنترل قرار بدید که حالا صحبت میکنیم که چجوری، و برید به طرف مینینگ اورینتیشن. تو زندگی چی مفهومی براتون داده، مفهوم چیه، و دنبال اون مینینگ و مفهوم رفتن هست که شاد زیستن رو ایجاد میکنه، خوشحالی و بلنس رو ایجاد میکنه. بفرمایید. این دوتا قبلا ما فکر میکردیم که زندگی میشه معنوی باشه، میشه مادی باشه. بله. و حالا دقیقاً همین رو خدمتتون میگم که زندگی مادی و معنوی و این چارتی که من درست کردم رو همین بنا بشه. و حالا چرا زندگی معنوی میتونه باعث خوشبختی و خوشحالی بشه، نه اینکه شما از مادیات بگذرید. حالا اینم برمیگردم. بسیار عالی. پس ببینید ویکتور فرانکل میگه که وقتی که شما برید دنبال پلژر پرینسیپال، دنبال اولی، وقتی که حواستون جه نباشه و دنبال معنا نرید، یه چیزی اومده الان تو قرن بیستم، از 19 به بعد تا بیستم، به نام نوجنیک نوروسیس، یعنی ناراحتی به خاطر کمبود معنا و مفهوم. و این نوجنیک نوروسیس، یعنی این کمبود معنا و مفهوم، باعث احساس خلأ کردن، امتینس، پسیویتی، خیلی پسیو بودن، ایندیفرنت بودن، بورد بودن، احساس فیلینگ و مینینگ نسته. شما میتونید خیلی هم پول داشته باشید، همه چیز خوب هم داشته باشید، ولی احساس چی میکنید؟ خلأ، کم بود. بهش میگن نوجری، مخصوصا در وسترن کالچر. و یا اینکه به صورت بوردم، یا اینکه مهمترین چیز در خارج چیه؟ کانسومیرزم، خرید، خریدم، هی مال رفتن، هی خریدن، هی ها. اینا همش کانسومیرزم، اینا همش دنباله، همش چیه؟ پلژره، پرسود آف پلژر. منتها وقتی که شما برید همش دنبال کانسومیرزم، پلژر، خرید و تمام اینا، باعث یه سیستمی میشه به نام نوجنیک نوروسیس اکوردینگ فرانکل. الان فرانکل و این نوجنیک نوروسیس دیپرشن نیست. ببینید فرق داره با دیپرشن. شما دیپرشن علامه به خصوصی دارید که تشخیص بدید کی دیپرس هستش، ولی این یک مرضی است که الان در قرن بیستم ایجاد شده
در اروپا، در آمریکا، در همه جای دنیا که این حالت رو ایجاد کرده و خیلی از جوان ها از این رنج میبرن، خیلی از جوان ها که مثلا کار دارن. بعد این یک مسئله ایست که خیلی قشنگ چیز کرده. اینو راجع به meaning of moment و creativity اینو صحبت کردیم. و ببینید این dimension هم میتونه ناخودآگاه باشه هم خودآگاه. یعنی اینو من الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید psychological مشکلات باعث میشه که ما به اصطلاح از درون پوش میشیم، یعنی به اون طرف میریم. یعنی we are driven با مسائل و مشکلات ناخودآگاه خودمون که حالا یا ژنتیک یا به خاطر فامیلی ایجاد شده. بعد موتیویتد هستیم با چی؟ pleasure, power, prestige. این چیزاست که ما رو خود پول، خونه، مقام، این چیزاست که ما رو موتیویت میکنه میبره جلو و ما همش باید به اینا جواب بدیم تا اینکه به خودمون برسیم، به اصطلاح که اون هدفمون برسیم. این هم خودآگاه هست هم ناخودآگاه. فرانکل میگه که نه، شما هم اسپریچوالی یا نوئریکلی شما آزادی دارید، شما درایور هستید، راننده هستید، شما هستید که تصمیم میگیرید. اگه زندگی درست نیست مقصر شماید، اگر مشکل دارید مقصر شماید، زنتون نیست، شوهرتون نیست، بیرونم نیست، خود آدم هست. درایور با توسط مفهوم و معنا ما موتیویت میشیم و به طرف جلو میریم و ما میتونیم خودمون انتخاب بکنیم، چویس داریم انتخاب کنیم و خودمون سلف ترانسند، یعنی بالا بریم، خودمون رو بالا بکشیم. میگه بشر تنها موجودی است که این خاصیت رو داره. حیوانا ندارن، هیچ چیز دیگه نداره، نباتات ندارن، فقط انسان هستش که این خاصیت رو داره که میتونه خودش رو به خوشبختی برسونه. اینجا area of meaning چیه؟ کی هستم من؟ چی میخوام از زندگی؟ موقعیتم چجوریه؟ uniqueness و خلاقیت در مورد من چجوریه؟ و مسئولیت من چجوریه در مقابل اطرافیانم، در مقابل زنم، بچم و غیره؟ و چجور میتونم خودم رو به اون برسونم؟ این به اصطلاح چیزهای مفهومهای meaning هست. و این خیلی جالب، اسلاید جالبه که خیلی همه چی براشون فراهمه. به اصطلاح شما پول ممکن داشته باشی، تجربه خیلی خوب داشته باشی فلان، ولی کن باز نوراتیک بشید، متوجه هستید؟ ولی برعکس شما میتونه خیلی مسائل براتون درست نباشه، پدر مادر و غیر و ظالب و محی، ولی با دیفاین پاور و اسپریت یعنی بتونید که از طریق نوراتیک خودتون رو برسونید به اون هدفی که میخواد. اینو با صحبت کردیم چیست؟ این سوال ها پیش میاد دیگه، بهش میگن ساکراتیک دایالوگ که من کی هستم، چی میخوام در 5 سال آینده، در 10 سال آینده، در 20 سال آینده، انتخابم چجوری باید باشه و به چه صورت برم جلو. خب من اینجا از اینجا یه مقدار میخواستم توجه بفرمایید. اینجا موقعی است که من با بک کار کردم، به شناخت درمانی آشنا شدم، کاگنیتیو بیهیویر تراپی، با فرانکل که کار کردیم به لوگوتراپی و مفهوم درمانی. و برام جالب بود که اینا رو چجوری میشه به صورت یه فرمول، به صورت یه نسخه ایجاد کرد که برای افراد معمولی، مریض باشد، مریض نباشد، افراد معمولی اینا رو بتونن بیان کنن. و این اسمش رو ما گذاشتیم لوگو چارت. لوگو باز همون معنی مفهوم درمانی هستش که بعد نتیجهش همین کتاب شد. من کانسپچوالایز کردم، به صورت فکر کردم که بهترین چیز اینه که فرد از طریق اگزیستنشیالیسم، فرد تشکیل شده یا از خود اتوماتیک یا خود معمولی، خودیست که من و شما هستیم. اوکی؟ یه خودیست که احساس راحتی میکنیم، پدر مادرمون، ژنتیکمون، محیطمون ما رو ایجاد کرد، درسته؟ به اضافه از نظر اگزیستنشیالیسم authentic self، یعنی خود واقعی، خود بالا، خودی که هدفیست که ما رو به دنیا آورده، ما در زندگی گذاشتیم از طریق به حالا مذهب خدا و غیره، که این خود
خود اتوماتیک به اضافه خود آتنتیک رو به سه قسمت من تقسیم کردم. قسمت اول قسمت کاگنیتیو تراپی هستش که شما این اول اون مشکل رو بالا می نویسید. مثلا من با بچه‌ام یا با شوهرم این مشکل رو دارم، اینجا می نویسید در روز. بعد این رو تجزیه تحلیل می کنید در شناخت، فکر، در مینینگ مفهوم و در رفتار بیهیویر. وقتی اون مسئله رو در این سه قسمت تقسیم بندی کنید، حالا مثالم براتون خدمت عرض بکنم، شما میتونید قشنگ به نتیجه برسید که کاملا اوتنتیک و درست باشه، درست از نظر ویکتور فرانکل باشه. به همجرد حالا اینا چیه؟ ببینید وقتی که یه مشکلی دارید و افکارتون رو مینویسید، زنم منو دوست نداره، شوهرم منو دوست نداره، بچه‌ام بد رفتاری میکنن، فلان فلان، من چرا بچه سر من بیاد، تمام این افکاری که مینویسید، این افکار معمولا منفی هستش، غیر منطقی هستش، ریالیستیک نیستش و خیلی اوقات درست نیست. منتها ما حس میکنیم به خاطر گذشتمون، به خاطر تربیتمون، به خاطر محیطمون. این همون کاگنیتیو تراپی هستش. What do I think about the situation؟ این فکر رو بعد شما تبدیل میکنید به چی؟ به افکار منطقی تر، درستر، قابل درک کردن و به اصطلاح true thinking. این باز همین کار میفته. پس مثال خدمتون عرض خواهم کرد. بعد قسمت دوم meaning, what are the value and purpose؟ راجع به همین اینه که الان motivation و خواست من چیه؟ من دنبال پاورم، دنبال کنترلم، دنبال قدرتم، دنبال پولم، دنبال چی هستم؟ اینا میشه موتیویشن هایی که اکثر ما داریم. آناتیکال اکثرا سلفیش هستش در این قسمت. که اینو تبدیل میکنه به چی؟ به love, creativity, purpose, spiritual, openness, self-transcendence. یعنی تبدیلش میکنه به یک مفهوم واقعی، معنوی، بالا، درست. بعد قسمت سوم شما شروع میکنی این رفتارتون رو. رفتارتون معمولاً habitual هست، legit هست، legit هست، خیلی مثلا عادتی هستش. اونو تبدیل میکنه به رفتار به اصطلاح active, purposeful, goal oriented و غیره زاره. اینو شما هر نوع ناراحتی، هر مشکلی رو اینجا شروع کنی به این سه صورت سه قسمت تجزیه تحلیل بکنه، جوابش براتون خواهد. و بعد ما این زیر پورسانت میدیم براشون که مثلا من اینقدر اوتوماتیک بودم و اینقدر آتنتیک بودم، برای اینقدر مثلا من 30% به طور اوتوماتیک جواب دادم و به خاطر اون چیز ناخودآگاه و مثلا 40% یا 70% به صورت آتنتیک جواب دادم. این باعث میشه که شما از خود معمولی یا خود اوتوماتیک به خود بالا و خود حقیقی برسید. این مثلا یک اگزمپل است. ببینید یارو نشسته اخیراً طلاق گرفته، افسرده است. افکارش چیه؟ I'm no good. I never find another partner. I never find another husband. I'm a failure. I'm no good. درست؟ و بعد شروع میکنه که آره my life is ended. Nothing to live for. There's no purpose in life. There's no meaning. در عمل چی کار میکنه؟ No sense is trying anything else. Might as well give up. بعضی موقع به خودکشی، بعضی موقع به هر چیزی که depression ختم میشه. در اینجا این فرد وقتی که شروع میکنه اینا رو analyze کرد، مثلا 30% اینجا هستش، شروع میکنه اینا رو تجزیه تحلیل کردن، میگه که مثلا realistically I have been happy and made happy for 7 years. ما با هم دیگه 7 سال زندگی کردیم، 7 سال هم دیگه رو خوشحال کردیم، الان رفتیم توی استیج دیگه، رفتیم استیج. اینه که مثلا شما دبستان هستی، بعد میری دبیرستان، بعد میری کالج، میدونی هر استیج میری یه استیج دیگه، نمیتونی برگردی. و همجد این authentic self از automatic self میری به authentic self. اینجا به جایی که بگه life is ended, no worth, no purpose، میگه I can make a new beginning, develop new interest, develop a new potential. There are many things that I can decide, I can free, and I can choose, and I can actualize. درستش انجام بدم.
بعد اینجاست نو سنس اف تراینگ ناتینگ بشینه گریه کنه یا غیر زاله جوین بیهیویر جوین دی چرچ جوین دی کلاس اند تیکینگ ا کلاس اف غیر زاله. این باز یک مثال به اصطلاح برای لوگو تراپی است. قسمت بعدی هستش که این باز یک مثال دیگه هستش که Mr. P hesitated to travel to Los Angeles with his wife to see his grandchild and a stepdaughter. Automatic thought that she gets baby is illegitimate. I can't stand anybody around my stepdaughter because of a drug habit. I have no interest in this. When things go wrong and it's not my liking, they have to be corrected. Self-centeredness and avoid going to see a granddaughter. 25% shifted to the authentic self. We've actually had two or three meaningful encounters. It is difficult to this. I can create a pleasing meeting. Baby is have been conceived in an illegitimate relationship, but does not make the baby illegitimate. Baby is a baby. It's not illegitimate. So it doesn't have to label it. But rather than watching TV, I can do something for somebody else. Help my wife, make my wife happy, giving self-transcendence, and very appointment that میره Los Angeles grand doctorشون میره. این سیستمی هستش که برام به همجد در این سیستم automatic versus authentic self خیلی مهمه که این قسمت قسمت ژنتیک صفت family upbringing ناخودآگاه هست که آدمو به طرف زمین میکشه. gravity, materialism پایین میکشه. این قسمت قسمت بالای آسمانی است. اینجا زمینی، اینجا بالا. اینجا شما رو میبره بالا. self transcend بالاتر میره، به طرف بالا. خود والا میشید. و به خاطر اینکه از اینجا بخواید به اینجا برید کار سختیه. این آسونی نیستش. بسیار مشکله. یه مقدار زیادی دیسیپلین لازم داره، یه مقدار زیادی سلف دیتچمنت احتیاج داره که از خودتون جدا بشید و بتونید خودتون رو بکشید به این طرف بالا. جالب اینجاست که وقتی که ما با مریض کار میکنیم و رو همین لوگو چارت این رو تبدیل میکنیم پرسانتور از اینجا به اینجا به 75% 80-90% میبینید که هپیتر و خوشحالتر و از زندگی راضی‌تر میشه. و راز شاد زیستن به همین صورت هستش که شما دیگه همش راجبه من اینو میخوام، من اینو چرا سرمن نیستش دیگه، من اونقدر مذهب نیست که بشم. برای همین مذهب از این مسئله خیلی استفاده کرد، منتها چی شده ساید افکتاش خیلی زیاد شده. این مسئله authentic self هستش. بعد از شما میتونه قشنگ با این سیستم چیز بگو همطور خدمت رو از کم این بیسش روی existentialism هستش، روی free will هستش و خیلی میتونه کمک بکنه. طبق این فلسفه من یه مقدار خودم نقاشی‌های اول پینتینگ میکنم و چند تا نقاشی کردم که روی همین فلسفه برقراره. یک نقاشی اول پینتینگ که من خیلی وقت پیش کردم که این در حقیقت انعکاس شماست، این آینه است، این آینه است که من و شما داریم خودمون رو توش میبینیم و چی در زنجیری هستیم. این زنجیر واقعی ها دانش. زنجیری هستیم که دو سرش دست خودمون هستش. این نقاشی میگه ما شما چه بخوای چه نخوای در این اوتوماتیک سلف گیر کردید و چیه آزادیتون دست خودتون، دست روانپزشک هم نیست، دست دارو هم شاید اونقدر نباشه، دست خودتون که میتونه خودتون آزاد کنه. و این رنگ ها هر کدوم مفهوم داره. این قرمز رنگ سافرینگ دولورز سافرینگ هست، این رنگ زمینه، این رنگ خورشیده و این یه نقاشی بود که ما خدمتش روی این بنا کرده. نقاشی دومی که من کشیدم این بود که اسم هستش خودسازی. این باز دوباره اساسش روانپزشکی و همین لوگو تراپی هست. این مجسمه ایست که داره خودشو میسازه، داره از خودش فرد میسازه. ما مسئول هستیم که خودمون رو بسازیم. مجسمه اساسی اگر نساختید هیچ کس مقصر نیست غیر از خود شما، نه پدرتون نه مادرتون و غیر از اون. اینم باز یک چیز از خودسازی که جو
این یک نقاشی هست که من کردم. این مجسمه بود که خانم من و من رفتیم در نیویورک متروپولیتن میوزیم آف آرت و یک مجسمه بود در اتریومش مال جورج بارنارد 1888 مجسمه اسکالپچر فرانسوی اینو درست کرده بود و من دیدم این چقدر قشنگ چیز بیان میکنه. این اسم این مجسمه بودش The Struggle of Two Nature of Man. زود عکسش رو گرفتم و نقاشی کردم که این همون اوتوماتیک سلفه و این آتنتیک سلف. و اینجا من نوشتم که ما به دنیا میایم بدون انتخاب خودمون با ژنتیک و محیط و غیر و زاله که هیچ کنترلی نداریم، ولی یک زمانی میرسه که شما باید انتخاب کنید. خیلی از ما انتخاب نمی کنیم، ولی اونایی که انتخاب میکنن to rise above themselves and go to authentic self. خود بالا. و این موقعی است که راز شانسیستم برقرار میشه. نقاشی های دیگه هم کردن، اینا به اصطلاح زیبایی، به اصطلاح چیز ایتالیا این چیزا هستش. و مهمترین و زیباترین نقاشی، نقاشی خانم من هستش که امشب اینجاست. و واقعا میخوام این موقع هم از خانم من تشکرم، از برادرشون و خواهرشون که اخیراً از ایران اومدن و لطف کردن سفر کردن به اینجا. و اینم نقاشی دختر من هستش. بجد خیلی ممنون. ما سوال جواب میخواستم که هم که خدمت عرض کردم، من اینو میخواستم پریزنت کنم فقط به عنوان یک استراکچر که بعد سوال جواب بکنیم. و واقعا مفهوما دلم میخواد که امروز شب که شما میرید از اینجا یه مقدار به فکر بکنید که واقعا با چه نسخه، با چه صورتی میشه مفهوم زندگی رو درک کرد. و خوشحال بود و عملی هست، میشه و میتونیم این مسئله رو انجام بدیم. حالا میخواد سوال کنیم یا من یه مقدار سوالایی دارم که بخونم براتون خدمتتون عرض کنم. حالا وقت خیلی کافی داریم، میتونه هر سوالی که میل دارید با کمال میل بفرمایید. من یه سوال داشتم، البته نمیدونم که من مفهوم صحبتی که بیان کردم مرسی از صحبتهای خوبی که بیان فرمودید، خیلی استفاده کردم. من یه سوال داشتم، البته نمیدونم شاید من مفهوم صحبتی شما درست متوجه نشدم. خواهش میکنم. لوگو چارچی که شما معرفی فرمودید راجع به ناخودآگاه بود و تبدیل اون 25% تا 35% به افکار مثبت که انسان رو موتیویت میکنه. بله. و ریپلیس میکنه. بله. آیا این نمور نگاتیو تاچ هایی که آدم داره حالا به صورت روزانه در زندگی روزمره و تبدیل اونا جایگزین کردن هر کدوم، مثلا فرض بفرمایید که ما دو تا چارت داشته باشیم در مقابل هم، چارت اول تمام افکار منفی که داریم و چارت دوم در مقابل بیایم افکار مثبت رو به جای هر کدوم جایگزین بکنم. درست. مثلا به جای اینکه بگیم من نمیتونم فلان کارو انجام بدم، بگم که من میتونم حالا با زمان بیشتر، تلاش بیشتر. درست. یا در سیچویشن درست. دیگه. این لوگو چارت تو این مورد هم جواب میده یا فقط در مورد ناخودآگاه؟ نه، بسیار سوال خیلی خوبی هستش. ببینید وقتی که شما نگاتیو اتوماتیک ثاتتون رو، افکار منفیتون رو می‌نویسید، اگه زود جواب بدید و مثبتش کنید موثر نخواهد بود. گوش کردید؟ یعنی من این کار رو نمیتونم بکنم، برید اونجا بگید نه من میتونم بکنم، نمیشه، سخته. ببینید تو این کاگنیتیو ثرپی، شناخت درمانی، شما یاد میگیرید حالا با مطالعه یا با درمان و غیروزاله که چه جور مسائل رو طبق لاجیک، ریالیتی، ادابتیبیلیتی، تمام اینا تجزیه و تحلیل بکنید. مثلا من این کار رو نمیتونم بکنم، یه حجه به شما رو میگیره، ولی میتونید به خودتون بگید که آها این کار الان برای من سخته، بذار اینو قسمت بکنم، مثلا چند قسمت کنم، یک قسمت کنم. دقیقا شما میتونید خودتون رو انالایز بکنید به صورت کوچیک داره. برای همین من کتاب، واقعا یک کتاب خیلی خوبی هستش که بستسلره، این رزیدنت خود ما تو پنسیلوانیا بود اینو نوشته و الان سالیان بستسلره، نمیدونم خوندید یا نه، Feeling Good by David Burns. خیلی قشنگ عامیانه توضیح داده که چجور این افکار منفیتون رو تجزیه و تحلیل بکنیم و به صورت حقیقی. Feeling Good by David Burns. I really recommend that highly.
اینا انجام بدید. بخونید. بله. سوال دیگه من اینا رو بخونم. بذاریم من این سواله که این مقدار چیز هستش. آیا افرادی که دچار پارانویا هستند می توانند درمان شوند؟ آیا درمان آن توسط قرص و دارو می باشد یا جلسات تراپی؟ آیا این افراد برای ازدواج مناسب می باشند؟ ببینید پارانویا چندین نوع دارید. شما اسکیزوفرنیک میتونید باشید که پارانوید اسکیزوفرنیک نوع پارانویا. میتونید پارانوید دلوژنال باشید. یعنی اسکیزوفرنیک نیستی ولی دلوژن مشکوک و مزمومی دارید. چندین نوع پارانویا داریم ولی اکثرشون بله قابل علاج هستن، منتها دارو درمانی لازم دارن. شما با پارانوی فقط هی بشینی صحبت بکنی این فکرت اشتباه درست نیست برای اینا درست نیست. اگر اسکیزوفرنیک باشن باید درمان بشن توسط دارو انتی‌سایکوتیکا، نورولپتیکا، مثلا داروهای جدید خیلی موثر هستش. اگر هم دیلوژنال باشن بازم انتی‌سایکوتیکا یه مقدار زیادی موثر هستش. البته روان درمانی هم کمک میکنه، یعنی ولی بدون قرص نمیشه، حتما باید قرص و دارو همراه روان درمانی. آیا اینا مناسب برای ازدواج میباشند؟ بستگی داره. اگر نوع اسکیزوفرنیک باشه خب خیلی سخته میدونی، ولی خب اینا باز درمان میشن، قابل کنترل هستن، بستگی به نوع پارانویا داره. ولی ازدواج رو بله میشه. الان مریضای ما اسکیزوفرنیک دارم که عروسی هم کردن باشه هستیم، منتها باید ببینیم که به نوع پرمویشون به چه صورت هستش. آیا بزرگسالی که مدت 3 ساله از بچگی تا 30 سالگی سخت بدرفتار بوده و دارای ترس و استراب از آیا خوب شدنیز مواجب هستید؟ چرا این پیدا کنید؟ درسته؟ والا کسی که اینقدر طولانی مریضی داشته این یه مقدار زیادی مریضی به خوردش رفته، ولی باید تشخیص درست داد. تشخیص درست داشت. ببینید اضطراب، نگرانی، ترس، تمام اینا باید ببینیم تشخیص چیه. اگر شما دیپرشن دارید و کرایتر من دفعه قبل اینجا صحبت کردم راجع به دیپرشن چه جور تشخیص داده بشه، چه جور درمان بشه. اگر دیپرشن باشه بله ممکنه ایشون در این مدت اصلا درمان نشونه، تشخیص داده نشده. اگه دیپرشن داشته باشه با دارو درمان میشه. اگه استراب و نگرانی داشته باشه اونم با دارو، ریلکسیشن تراپی، هیپنوسیس. من خیلی هیپنوتیزم استفاده میکنم، خیلی موثره. مدیتیشن برای استراب و نگرانی، تمام اینا قابل درمان هست. اگرم سایکوسیس باشه، یعنی به اصطلاح یه مقدار شدیدتر باشه، اونم باز با دارو درمانی کمک میکنه، با دارو درمانی کمک میکنه. ولی مهمترین چیز که آدم نباید امیدو از دست بده. مهم نیست حالا سالیان دارن و اینا، باید امیدو داشت. و الان ما دکتر روانپزشک داریم، روانشناس داریم، همه خدمتتون عرض میکنن که واقعا اگر شما تشخیص درست بدید و درمان درست بشید تا 80-85% امراض روانپزشکی و روانشناسی قابل علاجه و قابل کنترل هست. حالا علاج کاملا نه، ولی این دیابت میتونه کنترلش کرد. خیلی خیلی میتونه موثر باشه با دارو درمانی و با روان درمانی. و همجر امید هست. ما ایرانی ها همه میگیم که چیه؟ که ناراحتی روانی قابل علاج نیست، خیلی طولانیه، هیچ کاری چه. خود روانشناسا روانپزشکا دیوونه هستن. تمام این افکار رو ما داریم راجع به روانپزشکا، ولی حقیقت اینه که بعضیاشون نیستن. از خانم من بپرسید و خیلی هاشون هم قابل درمان هستن، ولی این مسئله ایست که باید امید داشت. بحبه چقدر سوال قشنگیه. نه هر کی داده خیلی خوب سوال کرده. مهمترین شاخص سلامت روانی آدمی چیست؟ تکلیف انسان جوای منان در اینا پر آش و پریشان چیست؟ مهمترین شاخص سلامت رابطه عاطفی زن و مرد چیست؟ بحبه I love this. اینا حتما
نسخه دوم ما چاپ شد بگید بخونید، چون تمام این مسائل ما مطرح میکنه و انشالله حالا باز هم در آینده میام خدمتتون. ببینید سلامت روانی همونطور که خدمتتون عرض کردم، خیلی باورتون ممکنه نشه ولی دست خود آدمه، دست خود آدمه. اگر شما ناراحتی های سایکیاتریک بیولوژیک داشته باشید، مثلا اسکیزوفرنیا، بایپولار، اینا یه مقدار جنبه های بیولوژی داره، هرتری داره، ارسی داره و غیره و اینا باید تشخیص داده بشه و با دارو و غیره درمان بشه. ولی تمام ناراحتی های دیگه از قبیل یه مقدار افسردگی، انزایتی، رابطه زناشویی، بچه بزرگ کردن، اینا خیلی مقدار زیادی دست خود آدمه. یعنی انسان میتونه، نه اینکه نیست که نتونید، حالا چه با روان درمانی چه غیر روان درمانی، شما میتونید اون معنای زندگی پیدا کنید. چجوری؟ طبق همین لوگو چارت که من خدمتتون عرض کردم، شما مسئولیت داری افکار خودتو بشناسی، مسئولیت داری خودتو بشناسی، نباید هم تو قبول کن که من همین که هستم هستم دیگه، همین هستم و اینو میخوام میخوای بخوای نمیخوای نخوام، نمیشه. این از استراب میفته، تشویش میاره، نگرانی میاره، افسردگی میاره، مشکل ایجاد میکنه. باید شما خودتو بشناسی، اوپن باشی، افکارتو تجزیه تحلیل کنی، موتیویشناتو تجزیه تحلیل کنی. اگر دنبال پولی، اگر دنبال مقامی، اگر دنبال فلانی، تمام این چیزا رو بعد کاملا تشخیص بدی. یه سوالی اینجا داریم که جالبه، میگه Why are we here? Can we work on getting old? Okay, it's a good question. من طبق این سوال میخوام ازتون سوال کنم. شما فکر میکنید که بالاترین خوبی، highest good، بالاترین خوبی چیه؟ اونایی که مهم معتقدن که بالاترین خوبی، بالاترین highest good پوله، دستشون رو بلند کنن. پول؟ پول همه چی رو میده ها؟ نه؟ خب اگه فکر میکنید بالاترین خوبی، highest good چیزه، مثلا مقامی، شهرت، دستونو بالا کن. ای بابا شما میسته که خیلی به این لکچر ما گوش کردید. اگر که فکر میکنی فامیلیه، highest good، فامیلی، خب اگر فکر می‌کنی سلامتی، دستونو بلند کن. خب حالا هر کی به من بگه highest good چیه و درست جواب بده، یک کتاب من مجانی میدم. اینا دونه ده دلاره. کمک به دیگران، کمک به دیگران، انسانیت اینجاست، کمک به دیگران، کمک به دیگران، انسانیت. جانم رضایت از خود، نه از که خدمت گذاری و کمک به دیگران. دانش ببینید همه چیزایی گفتید درسته، ولی ممکنه الان دارم جواب میدم، ولی به این فکر کنم کتاب بده به این خانم اونجا. شما میتونی همه اینا رو داشته باشید ولی خوشحال نباشید. Highest good is happiness. و اینو من نمیگم، اینو ارسطوتل میگه، فیلسوفا میگن. بالاترین چیز هپینسه. برای اینکه شما میتونی پول داشته باشی، فامیل خوب داشته باشی، حتی سلامتی هم داشته باشی ولی خوشحال نباشی، هپینس رو گفتی. خب من یاد باشی، من یک کتاب کنم این کتاب اول من بدم به خانم، دو تا کتاب بگم برخیر این بر مطمئنم که شما با آقای دکتر هولاکوی آشنایی دارید. بله. ایشون معتقدن که خوشبختی مهمترین هدف زندگیه. بله. ایشون میگن که یه مطالعاتی انجام شده در سراسر دنیا
در دانشگاه ها که ثابت کرده خوشبختی مهمترین عامل بله بله. ببینید اینجا الان دیگه بین خوشبختی و مثلا هپینس ببینید تقریبا یکی هست. کسی که احساس خوشبختی بکنه همون هپینس رو ایجاد میکنه. منظور از ارسطو که این برنامه رو پیاده کرد و من مقاله بهش مقدم که شما هر سیستم زندگی داشته باشی، چه با پول چه بقا چه هر چی داشته باشی، باید خودت خوشحال باشی، هپی باشی، از خودت راضی باشی. متوجه هستی؟ یکی میتونه خیلی پول کم داشته باشه ولی کم خیلی خوشحال باشه، یا برعکس خیلی داشته باشه ولی هیچ پایی نداشته باشه. هپینس و این صحبتی که من میکنم اینه که واقعا وقتی شما تجزیه و تحلیل کنید خود اتوماتیکتون رو که پدر مادرتون روتون پیاده کردن، محیط پیاده کرده، همه اینا، و برید اینجا، یک احساس ساتیسفکشن، یک احساس رضایت، یک احساس شادی از زندگی، از اینکه زنده هستید، خوشحاله. این خیلی مهم هست بر زندگی ایجاد میشه. بفرمایید. ایشون در دنباله این صحبت ایشون قاشم فرماید که خوشبختی موقعی است که شما تمام انرژی فکری و جسمی و احساسیتون در یک جهت مشغول فعالیت باشید و در اون لحظه شما به حد اکثر فعالیت زندگی میرسید و اون خوشبختیه. حالا اون فعالیت هر چی میتونه باشه. درسته، این حرف درسته، کاملا صحیحه. ببینید شما برمیگرد به همون که اگر هدفتون معنای زندگیتون در اون اکتیویتی هست، اگر در اون کاری که انجام میدید، اون هدفی که پیشرفت دارید میکنید و براتون معنا داره، اکوردینگ تو فرانکل، همون براتون خوشبختی میده، همون براتون درست میده. این کاملا صحیحه هستش. سوال دیگه، سوال اومده که پس گفتیم why we are here. We are here to be happy. خوشحال باشیم، خوشبخت باشیم، راضی باشیم، زندگی باشیم. How can we work on getting old? کسی جواب داره برای این؟ آدم که مسن میشه یهو کم کم میاره، نه؟ یعنی یه مقدار مشکلات، حالا سلامتی یا پیروزالک و اینا، یه مقدار سربالایی میشه، یعنی دنده کمکی لازم. درسته؟ من اینو میتونم خدمتتون عرض کنم چه جوری، به چه صورتی؟ کسی جوابی سوال داره؟ مثبت اندیشی، بسیار عالی. Getting old. Remember، ببینید از نظر جسمانی داره کمتر میشه، از نظر دیفرنس مکانیزمتون داره کمتر میشه، افسردگی یه ذره بیشتر میشه، استراب و نگرانی بیشتر میشه. خب چی کار باید بکنیم؟ امید. زنده با بله؟ سیرکل آف فرند خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما الان از دالاس اومدیم سان دیگو و واقعا تمام دوستامون رو میس میکنیم در سان دیگو، برای اینکه واقعا در دالاس واقعا تمام این سیرکل آف فرند خیلی مهمه. دیگه؟ قبول، قبول، اکسپتنس خیلی مهمه. انتظارتون رو پایین بیارید و همه چی رو قبول کنید. ببینید فرانکل گفت هی نگید وای، چرا من، چرا من. شما هستید که باید جواب زندگی رو بدید. شما باید بگید این حقیقت زندگی. آدم مسن میشه، دستگاهاش که مقدار خوب کار نمیکنه، فکرش خوب کار نمیکنه، حافظش یه ذره خراب میشه، اینا حقیقت زندگیه. یه چیزی نیستش که شما اعتراض میکنید. اعتراض نداره، ما همه مردنی هستیم، همه میمیریم، همه موقتی اینجا هستیم. این یه گیفتی هست که به ما داده شده خداوند. حالا این گیفت این مدت کوتاه چجور استفاده کنید شما باید تصمیم بگید. میتونیم این بقیه حیوانات زندگی کنیم، بیاییم و بریم هیچی نشه، یا میتونیم واقعا فعالیت کنیم طبق این لوگو چارت بریم و خودمون هم بیاریم خودمون و بی دیگران رو هپی کنیم. یکی اینجا به ما گفتن که واقعا دیگران رو خوشحال کردن، کمک به دیگران کردن بسیار مهمه. یکی از علامه همون سلف ترانسندنسه که از خودتون در نه بیاید
هی نگید من و به دیگران کمک کرده. این یه چیزیست که تمام فیلسوفا بهش معتقد هستن و خیلی موثر هستش. بله، در سن بالا خیلی ما به نظر من در سن بالا بعد لوگو چارت رو خیلی استفاده کرد. هر روز روزی 3 بار 4 بار بعد لوگو چارت استفاده کرد که شما بتونی حتی در سن بالا. ویکتور فرانکل 92 سالش بود، از کمپ هیتلر اومد، دیگه از این بدتر ولی میتونست خودشو ترانسند کنه، خودشو به اونجا تو. اگر اون بتونه، من و شما میتونه، من و شما میتونه. چرا؟ چون در وجود انسان این بنا گذاشته شده، این هست، این وجود داره. منتها متاسفانه ما یاد نگرفتیم استفاده کنیم، کسی به همون یاد نداد. تو مدرسه هی عربی به همون دادن، هی جغرافیا، هی جبر و هندسه، ولی یاد ندادن چجور زندگی کنیم، چجور خودمون رو رشد بدیم، خودمون رو بشناسیم. خودشناسی، خودشناسی و راز شانزیستم. اگر سوال دیگه هم تو میکنیم، سوال هم بکنم. بله، من مطب دارم در لاهویا، پنو اسکریپ هاسپیتال. شما تلفن من اون پشت هستش که خواستید، ولی من بر خدمتون عرض کنم که من الان مریض زیاد قبول نمی کنم، ولی خیلی کم، خیلی کم، و بیمه هم قبول نمی کنم، بیمه هم ندارم، یعنی خودم دارم ولی بیمه قبول نمی کنم، ولی کن با کمال میل هر سوال رو جواب میدم. اگر به من تلفن بزنید، پای تلفن هر سوالی رو بدون هیچ نو بیل و بدون هیچ نو اکسپکتیشنی رو خدمتتون عرض میکنم. این شماره تلفن من اونجا هستش، هر سوالی دارید میتونید زنگ بزنید، پای تلفن با هم صحبت کنیم بدون هیچ نو اکسپکتیشنی. بله، این هم خدمتتون عرض کنید. چندین سال است که قرص سایتوپلازم، سایتوپلازم میدونی چیه؟ سلکسا، و به شما بعد از غذا میخورم، ولی اخیراً حوالی از به شدت غمگین و عصبانی میشم. اگر این دارو رو صبح بخورم بهتره؟ آیا میزان این دارو در بدن من هست؟ نیاز داروی بیشتری دارد؟ جدیداً اخیراً بیقرار و ناآرام شدم، آیا آن دلیل دیپرشن هستم؟ چیکار کنم؟ کمک کنید. لطفاً این راه دارم. نمیخوام بگم تشبیه این مطلب. بهترین راه اینه که شما سلکسا سایتوپلازم برای افسردگی هستش، و شما باید ببینید افسردگیتون الان در چه مرحله ای. تمامی علامه که خدمت اینجا میگه که زود عصبانی میشید، ناراحت میشید، افسرده هستید، اینا علامه افسردگی هستش. سایتوپلازم داروییست که بین 20 میلی گرم تا 60 میلی گرم، خیلی نادرن تا 80 میلی گرم میشه استفاده کرد. ساید افکتاش هم کمتر از SSRI دیگه، از داروهای دیگه است، ولی کن ممکنه کافی نباشه. بعضی موقع در بعضی از ناراحتی افسردگی ما 2 تا قرص، یکی مثلا سایتوپلازم، یکی ولبیوتران، که مکانیزمای به اصطلاح مغزی شروع نوروترانسمیترشون با هم فرق دارن، ما اینا رو استفاده میکنیم. اینی که شما میفرمایید نشون میده که افسردگی شما خوب نشده، الان در پارشال رمیشن هستش و احتیاج داره که حتما دوباره بررسی بشه و تو یا داروتون عوض بشه یا زیاد بشه و یا یه دارو دیگه بشه اضافه بکنه. خیلی موثر هستش، خیلی خوب هستش. سوال دیگه، سوال میخواید بفرمایید؟ خیلی راجب چی سوال شده؟ راجب دارو، تغییرات شیمیایی و بایوکمیکال و هورمونی در بدن شده. من خدمتتون عرض کنم خیلی از این آرزوهای روانشناسی و روانپزشکی به خاطر تغییرات شیمیایی مغزی هستش. اوکی؟ ما نوروترانسمیتر داریم، سروتونین داریم، نوراپینفرین داریم، دوپامین داریم، اینا همه در مغز هستش. و بعضی موقع مقدار اینا کم میشه و کم شدنش باشه افسردگی میشه، اضطراب میشه، تشویش میشه. ماها بهش میگیم هورمونال، ولی این مسئله هورمونال پروژسترون استروژن نیستش، اینا جنبه های شیمیایی نوروترانسمیتر مغز هستش. و این داروها از قبیل SSRI، از قبیل لکسوپرو، پروزاک، زولافت، سلکسا، تمام اینا کمک میکنه این مقدار شیمیایی بالا بیاد و افسردگی بهتر بشه. یا ولبیوتران که یه سیستم دیگه ای کار میکنه، اون باعث میشه که این مقدار زیادی اینا کمک کنه.
به همچنین این باکه میکنم مرز خیلی مهمه، خیلی خوبه و الان خیلی الان روش هستن. متاسفانه شرکت داروهایی همش داره از اینا رو تولید میکنه، همه اینا رو هی تولید میکنه، نوعهای جدید. ولیکن من عقیده من معتقد هستم که واقعا باید شما دارو درمانی رو همراه با روان درمانی، روان درمانی با دارو درمانی همراه با هم دیگه خیلی موثر و میتونه کمک بکنه که این مسئله هورمونی رو انجام بده. آیا قرص‌های خواب‌آور اثر در ایجاد آلزهایمر دارد؟ بله میتونه. یه قرص خواب‌آوری بودش که هلسیان بود که خیلی بد بود، بعد برش داشتم از مارکت در اومد. الان همبیان هستش که من کمتر دیگه به مریض تجویز میکنم، بعضی موقعا یه مقدار اشکالاتی ایجاد میکنه، ساید افکت هایی داره همبیان. ما معمولا برای خواب قرص هایی میدیم که کمتر ساید افکت داشته باشه، مثلا ترازدون یه آنتی دیپرسن هست که خیلی کمک به خواب میکنه، امیتریپتولین آنتی دیپرسن هست که باز خیلی به کمک به خواب میکنه، انتای انزایتی ویستریل کمک میکنه. یه داروهایی میدیم که تا اونجا که میشه کمتر چیز کنه، کمتر ایجاد ساید افکت بکنه. ولی بله هر تمام این داروها ساید افکت دارن و میتونه باعث آلزهایمر بشه. این سوال است که واقعا خیلی سخت جواب دادنش، من نمیدونم. یکی در ایرونی هم خیلی زیاده، جناب دکتر خالد، یکی از طرفین یک رابطه زن و مرد به دیگری میگه تو باید بری روانپزشک درمان شد و خودش بیشتر احتیاج به نیاز درمان داده، چیکار باید کرد؟ یه حقیقت داره ازنه؟ درسته واقعا همیشه ننه به شوهره میگه بابا برو حتما برو دکتر، اون یکم به اون یکی دکتر و میگه دکتر نمیره. من جوابی ندارم، کسی جواب برای سوال داره؟ این جواب خوبیه. ببینید اگر که شما به زنت میگی، زنت هم به تو میگی، به مرد میگی، شما نمیدونید کی مشکل داره یا اصلا مشکل جای دیگه است، درسته؟ پس چه اشکال داره که هر دوتون برید مشاوره، برید صحبت کنید با یه دکتر و ببینید که مشکل از کجا سرچشمه میگیره. یکی ممکنه مشکل روانی داشته باشه، خودش ندونید، اینکه فرمودن این مقدار زیادش ناخودآگاه هستش و برید با هم دیگه چیز کنید. جواب دیگه دارید برای این سوال؟ معذرت میخوام در خدمت بودم. دیورس نه، طلاق نه، چیز نیستش، راحل نیستش، طلاق راحل نیستش. ولی که واقعا ببینید مطالعه کردن کتاب پلوی روانشناس یا روانپزشک رفتن، شما نباید دیوونه باشید. ما ایرونی ها فکر میکنیم که آدم باید دیوانه باشه یا لحظه آخر باید بره روانپزشک، یا من که دیوانه نیستم، من برای چی برم پلوی روانپزشک، یا اینکه یه استیگمایی هستش برای روانپزشک متاسفانه. ولی مهم اینجاست که نباید این فکر اصلا، روانشناسی و روانپزشکی یه نوع ایژوکیشنه، یه نوع یادگیریه. شما یاد میگیری خودتو بشناسی، یاد میگیری طرفتو بشناسی، یاد میگیری رابطه رو بشناسی. همینطور که امشب یه مقدار یاد گرفتیم که چجور لوگو چارت به کار ببریم، درسته؟ یادگیریه بالا طرفتنه. اینو متاسفانه تو فرهنگ ما یاد نمیدن. تو فرهنگ ما اینه که آدم واقعا باید خیلی وضعش خراب باشه که بره روانپزشک. تو آمریکایی‌ها اینطوری نیستن. الان پیش روانپزشک رفتن برای آمریکایی‌ها یه نوع تشخصه. من روانپزشک شدم و میرم و غیر زاده. خیلی کمک. اینو من می‌خوام خدمتتون عرض کنم. سعی بکنید که اونطور مقاومت رو کم بکنید راجع به این مسئله. سوال دیگه اگر دارید دستتون رو بلند کنید و با کمال میل مرسی کنم. چقدر دیگه داریم؟ چقدر دیگه؟ و سوال بگیرید. وقت داریم. 10 دقیقه دیگه وقت داریم. بله.
این سوال های خیلی خوبی هستش. با مردهایی که معمولا فراموشی دارن در تولد خانومش کادوی به موقع شد. همش دنبال کارن. مسافرت رفتن با خانومشون به موقع. برکلی وقت تنها گذاشتن با خانوم رو ندارن. چیکار باید کرد؟ این حقیقت ها من اینو تو دفتر زیاد میبینم که خیلی ها میان شکایت میکنن چه در مورد خانم چه در مورد آقایونشون، ولی بیشتر در مورد آقایون هستش که وقت نیست، وقت برای من نمیشه، همه سر کار هستش، یادش میره مثلا اینو بیاره، یادش میره اونو کنم. والا بهترین چیز به نظر من اینیست که باید صحبت بکنن باشه با حالا یا روانشناس یا با خود شما یا با همدیگه اینا که علتش چیه. ببینید آقایون، نمیدونم شما این کتاب چیزو خوندید یا نه، Men from Mars and Women from Venus خوندید؟ اگه بخونید میبینید که واقعا طرز فکر و دید مرد و زن خیلی فرق داره. زنا خیلی حساس‌ترن، خیلی به جزئیات بیشتر توجه دارن، همه چی رو میخوان بدونن و میدونن و واردن و حواس رو در چندین لول هست. مردان نیستش. نه اینکه دست خوشون نیستون، یه کمدین خیلی معروفی هستش که کیومن مال سانفرانسیکو بود، خیلی قشنگ اختلاف فرق مرد و زن رو با هم دیگه توضیح میداد که مردا چجور با زن ها فرق دارن. مثلا یه چیزی که میگو خیلی جالب بود که یه کاپل رفتن منزله یک کاپل جدید دیگه، یه زن و شوهر جدید. مرده با مرده میره کنار استخر با میسه همتون به هم نگاه میکنن، بعد میگه The weather is nice. میگه آره. بعد میگه How are you؟ اون بعد چند دقیقه میگه Fine. و فلا بعد که شب میان خونه زن زود میگه که خب چی شد چی بهت گفت رفتید بیرون؟ گفت هیچی، گفتم weather is nice، هوا خوب و اینا. گفت به خبر نداره اینا قرار جدا بشن از هم، اینقدر قرار طلاق بگیرن، اینقدر فلان کن. یعنی خانومه تمام جزئیات زندگی رو متوجه شده بود، آقایون نه. واقعا فرق همینه، مردها اصلا مقصر نیستن از این نظر، خیلی چیزا به اون صورت رجیستر نمیشه. مردی میگه من میرم کار میکنم، زحمت میکشم، نشون میده من زنم خیلی دوست دارم، حالا تولدش یادم رفت، اون اونقدر ها مسئله نیست. این یادگیریه، اینو زن و شوهر باید به هم یاد بدن، نه باید فکر کار که تو باید فکر منو بخونی، تو باید یادت باشه، تو دفترشت بنویسی و اینا. یادگیری خیلی مهمه در زنان شوهر، بدونی که دیفنسیو، بدونی که مقاومت کنید و اینا، به هم یاد بدید، به هم بگید خواستتون رو، به هم بگید، بگید من اینطوری هم، من اینطوری دوست دارم. تو زن بعد به مرد بگه، مرد بعد هم دیگر رو ایژوکیت کنید. یادتون باشه که از دو تا خانواده مختلف با تو تا ترینینگ مختلف اومدید. این یادگیری و به هم گفتن خیلی مهمه. اونجا بفرد سوال من اینه که آیا دین و مذهب اصلی روی سلامت روانی داره یا نداره؟ آیا مطالعاتی در این زمینه شده که نشون بده کسانی که مذهبی هستن از نظر روانی سالم‌ترن یا ناسالم‌ترن؟ بسیار خوب، سوال خوبی هستش. والا حقیقتش اینه که حالا این دوستان که اینجا هستن، وارد هستن، میتونن جواب بدن، ولی من با هیچ نوع استادی آشنایی ندارم که گفته باشه که مذهب میتونه سلامتی روانی رو زیاد کنه. اوکی؟ خیلی از ناراحتی روانی جنبه بیولوژیک و ژنتیک داره و مذهب ممکنه یه مقدار زیادی باش کار نداشته باشه. Having said that، با تمام حال کردگر، من خودم چون در یه خانواده نسبتاً مذهبی بزرگ شدم، پدر بزرگم دائم خیلی مذهبی بودن و اینا، واقعاً معتقد شدم که ایمان نه فقط مذهب، ایمان خیلی کمک میکنه، ایمان خیلی کمک میکنه و خیلی مهمه که شما این ایمانو با مذهب و ساید افکتاش و این چیزاش قاطی نکنید. مذهب درست و ایمان درست به پدر بزرگ من خیلی کمک کرد،
دایی من خیلی مذهبی بود، پسر 20 سالش با کامیون تصادف کرد مرد، و این چه جور با ایمان اینو نگهش داشت پسر اولشو. به همجان من خودم خیلی به اعتقاد به ایمان دارم، اعتقاد به مذهب دارم به طور درست. چرا؟ به خاطر که مذهب درست میفته به اون قسمت نوئتیک، همون قدرتی که همش صحبتشو کردیم که ویکتور فرانکل صحبت کرده، چه مذهب یهودی باشه اینه ویکتور فرانکل، چه کریستیان درست باشه، چه اسلام درست باشه، چه هر نوع مذهب باشه، چه اصلا بی مذهب باشه، ولی تو نوئتیک دایمنشن رو داشته باشید، خیلی کمک میکنه به سلامتی روانی. یعنی جواب شما بله و این خیلی زیاده. و من خواهش میکنم که شما کسایی که ایمان درست حسابی ندارن و همش ما توی قسمت اوتوماتیک گیر کردیم، همش فکر خود و مقام و پول و خرید و غیرزالک هستیم، یه ذره این مسئله رو برای خودتون تجزیه تحلیل کنید، سوال کنید، مطالعه کنید. ببینید مخصوصا وقتی سوال و سن بالا میره، ایمان خیلی مهمه، اعتقاد، یه اعتقاد به یک چیزی که بالاتر از شماست، بالاتر از شماست. ما نمیتونیم فقط به خودمون متکی باشیم، برای که ما خیلی موقتی هستیم و خیلی ناتوان هستیم، در حقیقت هیچ هستیم، هیچیم در مقابل تمام این داستان زندگی. ببینید 40 سال دیگه، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، نه من نه شما، هیچ یادش نیست. بچه هامون الان یادشونه، ولی بچه ها اینا موقع آره پدر بزرگ خوب بود، نقاشی میکرد خیلی خوب بود فلان، بعد یه ها بچه اون دیگه اصلا یادش میره، یعنی اصلا تمام میشه. ماها در حقیقت هیچیم و این هیچ بودن به ما قدرت میده، هیچ بودن به ما قدرت میده که باعث میشه که فکر حال باشیم، در لحظه زندگی بکنیم و ایمان مهمتر چیز هستش. بفرمایید. من با عزتون یه دو تا سوال دیگه و بعد مثل که اشاره داره میشه که ایمان رو بعد چیز کنه. بفهم اینجا و بعد در مورد ایمان و در مورد مذهب کنیم دو خوبه شد. من رو خوبه شد بعدش رو نمیم که میگارم چیه در مورد خوبه. یکی سلکتیو هستیم دیگه و احوان از نظر چیزه خوبه شد قبول میکنی، چیزه بعدش رو قبول نمیم. ولی آیا اعتقاد به این ماورا و طبیعه و اون مسائل، آیا خودش جنبه جاستیفیکیشن این نیست که دست من نیست، هیچی، همه چیز از بالا داره درست میشه، همه چیز تضمین شده، درست شده و اینکه من این کار، هیچ کارم اینجا، این دقیقا کانترپروداکتیو نیست ما صحبت شما داریم میکنیم؟ نه نه خیر، این دقیقا همون است که من صحبت دارم میکنم. حالا بگم خدمتتون عرض کنم چرا. ببینید بله ما هیچ هستیم، ما در مقابل کازموس و در مقابل دنیا و در مقابل زمین خیلی ناچیز هستیم، ولیکن همون چیزی که باعث شده شما رو به دنیا بیاره، همون قدرتی که باعث شده که این روح و این فکر و این جسم و اینا رو به شما بده، این قدرت رو به شما داده. اگر کشفش کنی که مسئولیت داری در این مدت که هستی از خودت چیزی بسازی، از زندگی خودت برای دیگران، برای خودت و برای دوستان بگیر، یعنی شما هم هیچی و همه هم و هم همه چی هستید. این جالبیه، این جریان پارادوکساله، این جریان خیلی پارادوکساله. در حالی که ما هیچ هستیم همه چی هستیم. این درک این مسئله خیلی مهمه و وقتی این مسئله مخصوصا با ایمان قاطی بشه خیلی قدرت به آدم میده، سلف کانفیدنس میده و میدونی که واقعا مسئولیت داری که از هر لحظت لذت ببری، ایجاد بکنی، کمک بکنی و روی بزنی. این یک مسئله فلسفی است. بفرمایید. دکتر شما داریم به inherited life meaning یا ما به عنوان یک powerful responsible being we add meaning to life or there is an inherited meaning to life. Which one is what do you think? مذهب میخوام یه دور دیگه به مذهب قبول داریم in life there is an inherited meaning in life that there is a meaning in life that I think شما بیشتر سوال خیلی خوبه. بله بله inherited meaning. ببینید این سوالی است که ما جوابشو نمیدونیم. چرا؟ برای اینکه خیلی چیزها is beyond our understanding. ما تمام understandingمون از perception میاد، از دیدن، شنیدن، فکر کردن و غیرزاله. خیلی چیزا هم هستش که اصلا ماورای ماست و ما نمیدونیم. ما اصلا نمیدونیم که واقعا از این زندگی و کهکشان هدفی هست
آخرش چیزی هست، آخرش چیزی نیست. هر چقدر فکر کنیم نخواهیم فهمید. مثلا تمام فیلسوفان سعی کردن و نشد. چرا؟ برای اینکه از به صورت دور و چیز دید فکر انسان خارجه. ولی یه چیزی رو میدونیم، اونم که آگاهیم، کانشسنس داریم. همین کانشسنس باعث میشه که ما بتونیم بهتر مسائل دورور خودمون رو عرض کنیم. اینی که آیا هدفی در آینده هست، این برنامه چیزی هست، ما نمیدونیم. مثلا میگن چرا آدم تصادف میکنه، چرا مریض میشه، چرا سرطان میگیره. ببینید ویکتور فرانکل یه مثال قشنگ زد، میگه که یک میمونو که شما بگیرید در لابراتوار به شوک الکتریکی بدید برای یه تحقیق، درسته؟ برای یه تحقیقی داره یه شوک الکتریکی به میمون میده. میمونه نمیدونه چرا شوک میگیره، درسته؟ فقط میدونه که درد داره و شوک میگیره. ولی این شوکش یک مفهوم پزشکی لابراتوری بیشتر داره. ما هم واقعا اصلا نمیدونیم که چرا این سافرینگ ها اینجا زندگی وجود داره. خیلی چیزا ممکنه معنا داشته باشه که الان بر ما غیر قابل فهم. بفهمم. مثال دوم سالمانی بود که maybe we add as a powerful responsible being we add meaning to life versus there is already always inherited meaning. بله. بله. The inquiry is we as a powerful responsible being we add meaning to life. موافقم. And then the law of attraction and the power of commitment. زنده باد. تو هم authentic self. بله. موافقم. مثل کسی برگرد. یک سال فقط برای یک سال. بفرمایید. ببینید قبل از این سوال بشه و اینا، اگر که این جمع براتون مؤثر مفید و اینا، البته نه بلافاصله، ولی که باز در آینده اگه خواستید جزء اولویشناتون بنویسید و باز دوباره میتونیم دور هم جمع بشیم بیشتر صحبت بکنیم. ببخشید که این سوال رو حالا مطرح میکنم که موقعی که صحبتتون تمام داره میشه. شما اول صحبت راجع به این قسمت های مغز که صحبت کردی مخصوصا تاکید کردی که این مذهب نیست، این قسمت. ولی بعد آخر لغت رو عوض کردید و گفتید ایمان و اون ایمان رو قبول کردید. در حال آیا واقعا فکر میکنید فرقیست بین ایمان و مذهب؟ ببینید مذهب فقط لنگویج ایمانه، اون زبان ایمانه. یکی زبان یهودی رو به کار میبره با ریشوالای مختلفش، یکی زبان مسیحیت رو به کار میبره با اون ایمان خودش، یکی هم اسلام رو به کار میبره و یکی هم لوگوتراپی و نوئتیک رو به کار میبره. زبان‌ها مختلفه، در چین، در بودویزم، در رشته زبان‌ها مختلفه. ولی اگر همه این مذاهب رو بگیرید، شیرش رو بگیرید، اساسش تقریبا یکیه. اساسش تقریبا همین مسائلی است که داریم صحبت میکنیم. منتها اینقدر این نوئتیک دایمنشن قدرت به بشر داده که اینا اومدن این زبانها رو استفاده کردن، قدرت گرفتن، بعد چی شده؟ ازش سوء استفاده شده. حالا نمیگیم در هر نوع مذهبی این سوء استفادهش مشکله، اون ریچوالش، اون یه مقدار اون چیزاست هست که مسائل هست. ولی اکثرا ایمان زبانش مذهب. خیلی ممنون جناب تشکر می‌کنم. تشکر از آقای دکتر خاتمی. می‌خواستم یادآوری کنم هر کسی تمایل داره که کتاب های شما رو خریداری کنه در انتهای سالن نیستش؟ قبول شد؟ هر قشنگ هر قشنگ سوپر میشه اول سال کاست نورمال نیست اگر بهش بگم بله من برنده شدم برنده شدم Ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero.
خواهش میکنم. من سلام خدمت شما عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم. خوی عزیزم. توی راه بود نیفتیم. دست شما درمه. Who's the that? Just pointing to the camera. This guy brought the camera here. Oh.